صبحتان بخیر، شما بیننده برنامه صبح زندگی هستین و ساعت سوم برنامه هست. در این ساعت هم داشتای خوبی داریم که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. مهمانای خوبی که همراه ما هستن و همچنان گزارش از همایون افغان، تازه هایی از دنیای سینما، تکنولوژی، ورزش و نظرات نیک شما عزیزان که در این ساعت حتما به خوانش میگیریم. بله، تا ساعت 10 با ما همراه باشین و ساعت 3 برنامه ما را فعلا به طور زنده تماشا میگیرین. اسپیکر اوجان همچنان اشاره کرد تازه های جالبه در این ساعتی از برنامه همچنان به شما عزیزان داریم و شما هم فقط همین ساعت را در نزد خود وقت دارین و فرصت دارین سر بزنین به صفحه فیسبوک صبح زندگی، نظر و دیدگاهتون در رابطه با میلی گل نارنج از طریق صفحه فیسبوک ما با ما شریک بسازین. همچنان اگر تصاویر ویدیوهای دارین میتونین با ما شریک بسازین، با ما این ویدیو و تصاویر در نیم ساعت اخیر از برنامه ما یعنی تا 20 یا 30 دقیقه دیگه برنامه‌اش می‌گذاریم و با شما همچنان شریک می‌سازیم. ببین همچنان گل‌های بهاری زیبایی را در زندگیتان ایجاد کنید و همچنان طراوت را برای خودتان بخواید، برای دیگران بخواید و از فضای سبز و زیبای بهار شما هم لذت ببرید. بریم به طرف بیرون برای چکر، برای میله کردن همراه با فامیل عزیزتان، چرا که همین لحظه‌ای که شما دارین شاید دیگر پیدا نشه و همین لحظه‌ای که دارین او را غنیمت بشمارین، بهترین لحظه‌ها را تجربه کنین، زیبایی‌ها را ببینین، فکرای مثبت داشته باشین و بهار سالی است، بهار فصلی است با زیبایی هایی که هست و همچنان سال 1397 که میتونیم ما تحولات بسیار خوبی را در زندگی خودمون به وجود بیاریم، در جامعه خودمون به وجود بیاریم و همچنان ما میتونیم فقط با فکرهای مثبت زیبایی را از آن خود کنیم و از آن جامعه خودمون داشته باشیم. بله، تا ساعت 10 با ما همراه باشین و قسمی که رویا جان همچنان اشاره کرد، ما فقط همین فصل را با خود داریم، یعنی قرار نیست که ما بداریم که ما تا فصل آینده یا تا بهار آینده در چه وضعیتی قرار زندگی کنیم. آیا ما در افغانستان خواهیم بود و یا نه؟ آیا ما واقعا زنده خواهیم بود و یا نه؟ پس خوب است از این فصل بهاری که در همین فصل ما هستیم بتونیم لذت ببریم، با افکار تازه، با یک رویکرد تازه، با یک مثبت اندیشه، با یک لبخند و با پخش کردن انرژی مثبت که در اطراف ما هستند داریم، از افغانستان خود، از کشور خود دیدن نماییم و از همه داشته‌هایی که داریم از کشور خود لذت ببریم. پس شما هم اگر می‌خواید که در رابطه با میلی گل نارنج معلومات بیشتر داشته باشین، تا ساعت 10 با ما همراه باشین و مهمان عزیز دیگری همچنان در برنامه داریم، با رویا جان هستن و صحبت‌های می‌داشته باشن در رابطه با توریسم در افغانستان. بله، برابری و برادری را در وجود خودمان رشد دهیم و مثل گل‌های نارنج همچنان زیبا و قشنگ باشیم. جناب آقای رامین عتیق زاده، رئیس تحقیق انکشاف و بازاریابی توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ همراه ما میباشد و صحبت‌های در رابطه با توریسم در کشور می‌داشته باشند. اینکه چه گفتنی‌هایی دارند و این میله‌ها چقدر می‌تونه تاثیرگذار باشه برای جذب توریسم در افغانستان و همچنان دیدگاه اونا چی از در رابطه میله‌هایی که برگزار میشه در فصل بهار، شما هم بیننده صبح زندگی همچنان باشید. بله، با ما همراه باشین. اما فعلا وقت رسیده به بخش کمدی زهرخند. ببینیم آقا بیادر، نیکسیر و زمیر کابولی امروز در زهرخند برنامه صبح زندگی چه گفته هایی دارند. دوستای عزیز، یک مرد و یک فرق اولاد نام خدا. از چند ینگه است؟ نام خدا شش. نام خدا یک جای شنیده بوده که مردای که نسلای آینده به دنیا میان، فکرتون باش که ما 300 رپه آرد خریدیم، زن خدا نگاه که نام تصدار نگه شش تو خانم. زنده باشی، سال نوتون تبریک. زنده باشی به شما. 20 توپ تکه برای شما خریدی دیگه. نام خدا. پنج بار برای ما بگه سه کیسه سیر، سه شیشه شیر. سه کیسه سیر، سه شیشه شیر. چی بهتونی گفته؟ چی می؟ هم بیشتر کانال کولر؟ کانال کولر؟ تالار تونل؟ تالار تونل. کانال کولر تالار تونل، کانال کولر تالار تونل، کانال کولر تالار کانال کانال تونل. دیوش نیست نتونی. سکسا سیر سشا شیر، سکسا سیر سشا سیر، سکسا سیر. خیلی یک چانس دیگه هم برات میاد. سکسا سیر سکسا شیر، یک چانس دیگه هم داری. سه چانس، یکی گه که دیگه برو. یک زیر خیره چیز گفتن پنج سده شو باز من رو میتی. سه کیسه سیر سه شیشه شیر، سکسا سیر سشا شیر، سکسا سیر سشا شیر، سکسا سیر سشا شیر،
سه کیسه سیر یک چانس دیگه هم دیگه چانس ماست نه چانس آخریست خوب تمرکز کن سه کیسه سیر سه قوطی شیر حتما شیر قوطی زیاد خود سه کیسه تو یک دفعه باید خواهی نمه برد نگم سه کیسه سیر سه شیشه شیر سه کیسه سیر سه شیشه شیر سه کیسه سیر سه کیسه 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 سنو پرسونه پویگم رو را پختو گی باید پختو لکه سنگا سه کیسه سیر سه کیسه سیر سه شیشه شیر سه کیسه سیر سه کیسه شیر یا برای باید لازم اگه فختو بانی یا اوسه مطلبه اینو اگه دا تا دیا سنگا چی تا وای اگه شنده تا وایم پختو وای پختو سا وایم یو توق وای یو توق وایم ولا توقی خون نرازی کانار کنر تانر کنر نه کانال کولر کانار کولر او تالار تونل تانار تونل کانار کنر ناس میخوام از کوچه ای رو راهو یک جای سر جلواتی بله دومات از پلانتون سفید بشید بله پیش که موتر استاد پیش سر اصلا موتر برخی سرویس های سابقه اونه خوب با تو ریز میدی کالا از دو دو توت پر میشه میاد که جنگ میکنه میرین که دماغه اما گپتان میرسه تو ملامت میباشی یا اون نفر که در پشت موتر خود ملامت بله شا سهلش میکنم موتر برقی تیل میخ؟ نه برقی نه یک جای موترت کنده میشه در پین بولت موترت ولدنکار هم نیست، نجار هم نیست ولدن کنه یا نجاری رو جور کنه چی میکنی از چی استفاده میکنی؟ از سیم سیم هم نیست سیم که نباشه دیگه مجبور باندی دیگه دم داشت نه حال در بدنت هم همیشه از روی استفاده است مال گردن مال گردن نداری نکتایی نکتایی هم نداری اسمال مخصوص یک پیرون تو مال از جانت لبی دامن خودم میکنم دامن هم نداری یک تون بانت جانت عزیز استودیو تو گرمی میکرد گفتم برام بدم که اگه هوا بخورم باش که برو ببینی که مردم کابل ما گنگز هست یا نه سال نوت مبارک باشم زنده و سلامت باشه شما هم شنو یک چند سوال از پیشت میکنم تو سرچه پیشه بگو درسته نامت احمد نه اوش نه خب موتر دروازه داره نه نان خورده میشه نه مرچ تند است نه که نگه شیرین خب نمک شیرین است نه خب نامزاد تدور داره بله خب گرب دندان داره نه نداره نان خوردن نه لیمو شیرین نه لیمو شیرین دوای موش موش همه نه نمیکشه درخت ناجو ناک میتا نه نمیتا با با دنیل لادار دوست داری نه نداره موتر تل میخوره نه او میخوره موتر رد داره؟ نه موتر دروازه چطور؟ دروازه هم نداره موتر بدون دریور میره؟ نه ها خاکبات نقص داره؟ بله نه نه نفری تدوز داره؟ نه مادر تدوز داره؟ نه دیگه میمانی خوش داری؟ نه دیگه خوش هستی که در وطن آرامی شد؟ نه
خانم تا دوست داری؟ نه. آفرین. خب میخوایی که 15 تا بچه داشته باشی؟ 15 تا بچه را چی کنم؟ 30 تا بگیره. خب میخوایی که 5 دفعه فارسی؟ نه 10 دفعه بگیره. 10 دفعه بگیره. خب دیگه نمک شیرین؟ نه ترش است. چند فخته دی به تو گفت؟ آره بخشی چرا نموشم بایی؟ پودری بفت نه خیر. آره آتش داغه؟ آره نه 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 توفنگ فایر می؟ نه کشمش شیرین؟ نخی. جلغوزه؟ نخی. موتر تل میخوای؟ نخی. چای تلخ؟ چای تلخ نخی. چارمغز چطور؟ وی 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 چارمغز جان که ازک در زمستان بلده ما خوبه. صبحتان بخیر بیننده برنامه صبح زندگی هستین. تشکر از شما که تا این لحظه با ما همراه هستین و با ما را در این لحظات تنها نگذاشتید. امروز میله گل نارنج در جلال آباد هست. کسایی که در اونجا هستن برشان خوشی های فراوان آرزومند هستیم و کسایی که از این بعد تصمیم دارن برن به طرف جلال آباد برشان سفر بی خطر آرزو داریم و کسایی که همین لحظه بیننده برنامه صبح زندگی هستن خدا کنه معلومات کافی را در رابطه با میله گل نارنج شما دریافت کرده باشین. در این بخش برنامه مهماندار هستم جناب آقای رامین عتیق زاده رئیس تحقیق انکشاف و بازاریابی توریسم وزارت اطلاعات و فرهنگ همراه ما هستند و میخواین در رابطه با توریسم در کشور صحبتایی داشته باشن. آقای عتیق زاده شما را خوش آمدید میگم. صبحتان بخیر. سلام. صبح شما هم بخیر. صبح هموطن عزیز ما در داخل و خارج از کشور بخیر. دیگه امروز خوب شما تشریح کردین آجندای برنامه را امروز و قرار است ما امروز میزبان شمار زیاد از هموطنان ما در شهر زیبای جلال آباد باشیم به خاطر تجلیل از میله گل نارنج و همین لحظه هم تدابیر خوبی گرفته شده به تدویر از این برنامه. تیمای ما دیروز هم رفتن امروز هم رفتن دیگه انشالله برنامه انشالله با امید خدا. آقای عتیق زاده میخواییم در نخست شما در رابطه به نقش میله و انعنات ما برای جلب و جذب سیاحین کمی صحبت کنیم که چقدر میتونه مفید واقع شد برای کشور عزیز ما افغانستان. ببینین سیاحت در کل یک بهانه ای است که انسان به خاطر تغییر سیستماتیک که در وجود خود میخواه بیاره و مثلا در روش و رفتار خود میخواه بیارن و آگاهی حاصل بکنن از موضوعات مختلف در اقشار مختلف، این خود میشه که یک بهانه خوب باشه. افغانستان با داشتن 5000 سال قدامت تاریخی که داره، دارای عنعنات و میله های مختلف در شهرهای مختلف از این کشور است که الهام بخش از این عنعنات، یعنی موضوعات با اهمیتی است که مردم افغانستان میتونه از او استفاده خوبتر بکنه. مثلا امروز ما شاهد برگزاری میله عنعنوی جشن ببخشید میله عنعنوی گل نارنج هستیم. بله. یعنی هر فصل سال در افغانستان یک میله خاص خود دارد. چند پیش ما شاهد برگزاری سال نو عنعنوی ما بودیم که در شهر مزار شریف همه ساله به شکل باشکوه البته تدویر میابه و دایر میشه و شمار زیاد از هموطنان ما و از سراسر کشور و همچنان سیاحین خارجی ما هم از کشورهای همسایه ما، از خصوصا از حوزه نوروز و کشورهای مختلف در اونجا اشتراک میکنن. این خود یک معرفی افغانستان به عنوان یک کشور تاریخی و با داشتن میراث‌های فرهنگی میباشه. مثلا امروز ما شاهد از این برنامه هستیم. شما خود دیدین و گزارش هایی را که از این انشاءالله خود داشتین، مردم زیادی در این برنامه اشتراک میکنه. برنامه های مختلف، بله، از ولایت های مختلف است که خود به خاطر همدیگر پذیری و همدلی با مردم بسیار مفید است و همچنان
توریسم داخلی ما بسیار رونق پیدا میکنه. در این برنامه امروز ما برنامه های شعر و شاعری هم داریم، برنامه های موسیقی داریم و همچنان بحث روی اهمیت از این میله ها هم با اشتراک مثلا کارشناس های فرهنگی و بخش های دیگه هم خواد داشتیم که خود میتونه معلومات ده که مثلا یکی از هموطنان ما در رابطه به این میله ها ضرورت داره و یا میخواین داشته باشن ایرا میتونن کسب بکنن. پس بعد ایجاد چنین میله ها در داخل افغانستان و همچنان میله گل نارنج میتونه واقعا تاثیرات خوبی به توریسم های داخلی هم داشته باشه. بله. همچنان در رابطه با همدیگر پذیری میشه کمی صحبت کنین که چقدر این میتونه تاثیرگذار باشه و چقدر تشویق میشن توریسم های خارجی که بیان مثلا در این میله ها اشتراک کنن و بتونن یک سهم خودشان را داشته باشن برای برگزاری چنین میله ها و همچنان مراسمی که هست. ما خبری که بیشتر هم گفتم، وقتی ما هم به خارج از کشور سفر میکنیم، زمانی که به یکی از بخشهای عنعنوی یکی از کشورها سر میخوریم، برای ما بسیار جالب و واقعا دیدنی است. چند قبل من به یکی از کشورها سفر داشتم، زمانی که من در جریان صحبتم از تاریخ 5000 ساله افغانستان صحبت کردم، با کشورهای دیگه کسایی که درباره افغانستان بسیار معلومات نداشتن، برای اون بسیار جالب بود این موضوع. از ما چندین بار سوال کردن که 5000 سال شما تاریخ دارین و ویژگی های از این تاریختان چی است؟ بعدا ما برشان معلومات دادم و بسیار برشان جالب بود واقعا. از کشورهای مختلف بودن، البته از 22-23 کشور دو برنامه اشتراک کرده بودن. خب اینمی خودش هم یک، وقتی که ما میگیم امروز میله گل نارنج داریم، از نامش پیداست که خودش یک میله است و یک سرگرمی است و یک معرفی، یکی از یک زون از کشور ماست، یک فرهنگ کشور ماست. پس جالب به خاطر ازی است که از تمام کشورها، ببخشید، از تمام ولایت های ما و از سایر کشورهایی که در منطقه به افغانستان شناسی مثلا مصروف هستن و افغانستان شناسی را میخوانن، بر از اونها هم جالب میشه که معلومات داشته باشن و اونها هم سرازیر میشن به این محل میان تا معلومات خود را به دست بیارن. به خاطر هم دیگر پذیری گفتن، زمانی که همین برنامه دایر میشه و یا سایر برنامه، ما اتو فکر نمی کنیم که ما به خارج از کشور میریم، ما فکر می کنیم که به خانه خود هستیم و خانه یک برادر خود سفر میکنیم یا میریم. مثلا از خوست به بلخ میریم، از قندار به بلخ میریم به خاطر نوروز، یا مثلا امروز از سایر ولایت های ما به شهر جلال آباد رفتن میکنن کسایی که خصوصا جلال آباد ندیده بودن و یا دور بودن از فامیل شرق کشور دور بودن، امروز اونا هم با مو عنانات آشنایی پیدا میکنن و میرن و ما تقاضا میکنم کسایی که نرفتن برن امروز، سفر بی خطر برشان میخواییم از خداوند، برن امروز اشتراک بکنن در میله و عنعنات تا ما بتانیم امی، خب انشاءالله که او گپا نیست ولی حداقل یک دوری فامیلی که به وجود آمده امی دوباره یک جا شوه و امی هموطنهای ما چرا که از هر ولایت در اونجا اشتراک میکنن و بیشتر با همو رسم و رواجهای خودشان، بیشتر با همو گپ و گفتایی که خودشان دارن آشناییت پیدا میکنن و بیشتر با هر زبان قومی که در اونجا اشتراک میکنن اونا بیشتر بلدیت هم پیدا میکنن. خب در رابطه با اهمیت اقتصادی صنعت توریسم در افغانستان میشه صحبت کنیم آقای عتیق زاده؟ همین که امروز ما در رابطه با اهمیت اقتصادی توریسم میگیم، همین خود یک جاذبه است که افغانستان باید از این استفاده بکنه. افغانستان با داشتن دره های زیبا، فصل های بسیار زیبا، چی در زمستان باشه، چی در خزان باشه، چی در تابستان و چی در بهار، هر حسه از کشور ما ویژگی های خاص خود داره. فرصت ها امیال موجود است، دولت و همچنان ادارات خصوصی از این فرصت ها باید استفاده بکنن. در بعضی راستها دولت حتی مردم هم و همکاری بکنن به خاطر جلب و جذب سیاحین داخلی و خارجی، میزبان باشه مردم. یعنی ما در مهمان نوازی خدا هم اگر بگوییم که ویژگی کمبودی نداریم، ویژگی های خاص خود داریم، ما باید همین موضوع را دیگه هم باید حمایت بکنیم. امروز اهمیت اقتصادی از این موضوعات در کشورهای خارج از کشور بیشتر محسوس میشه. مثلا مراکش به نظر من، مطالعاتی که من انجام دادیم از سایت های خصوصی و مثلا از کتاب های معلوماتی در رابطه با توریسم، 80% عاید اقتصادیش از توریسم است. واقعا. و شما خودتان میبینین هندوستان
هندوستان از توریسم سلامت و همچنان از توریسم تا میراث فرهنگیشان شما بهتر میفهمین که امروز زیادترین سیاح بین المللی را دارن. کشور چین با بزرگترین دیواری را که داره، خوب یک دیوار است ولی قصه هایی که دو دیوار درد شده و مثلا اناناتی که دو وقت بوده، چطور دیوار آباد شده، برای مردم بسیار جالب است و مردم میرن از اونجا دیدن میکنن، میلیون ها سیاح میرن از اونجا دیدن میکنن. خود مسئولین همو کشور اگر بیان مثلا یک برنامه خاص داشته باشن که در رابطه با آثار فرهنگیشان یک موضوع خوبی داشته باشن، یک تعریف کلی خوب داشته باشن، من مطمئن هستم که جذب توریسم زیادتر هم میکنه در بله، کشور. بله، به می خاطر اینا ما میگم که افغانستان خود یک فرصت مناسب است و باید از این فرصت استفاده شود. دولت زمینهای خوبی را برای سیاحین و همچنان برای سرمایه‌گذاران در اینجا آماده ساخته. از تمام بخش‌های ادارات مربوط خواهش می‌کنیم تا در حفظ از این سرمایه‌ها و همچنان تشویق مردم به خاطر از این سرمایه‌گذاری‌ها حمایت بکنن و اونا را پشتیبانی بکنن، مواظبشان باشن، خصوصا ساعات توریستی را بسیار باید مواظبت بکنن، آثار تاریخی و فرهنگی که در اونجا وجود داره اونا را بسیار باید مواظبت بکنن تا ما بتانیم میزبان خوبی برای سیاحین داخلی و خارجی باشیم. اگر ما برنامه‌هایی که وزارت اطلاعات فرهنگ در این راستا داره، یعنی برنامه‌های عایداتی را که دارن و حمایت شوه، چی از طرف رهبری و حکومت وحدت ملی و چی هم از طرف نهادهای خصوصی و مردم، نقش اساسی در مردم داره، حمایت شوه، شما باور بکنین که افغانستان عاید خوبی را سالانه تقدیم خب دولت خواهد کرد. خب در این چند سالی که سپری شده مثلا وزارت اطلاعات فرهنگ سری زده به جاهای باستانی و زیبایی که در افغانستان هست و مثلا برنامه‌ای داشتن که اونجا را بازسازی کنه و یک تعریف کلی از آثار باستانی داشته باشن و نهایتا بتونه زمینه‌ای را برای جلب و جذب سیاحین داشته باشن. بله، ادارات میشه که اشاره کنین همون نکته‌ای که مثلا وزارت اطلاعات فرهنگ در نظر گرفتن. بله، اداراتی که مثلا ما در ولایت فعال داریم، تمام ادارات بخش توریسم ما در ادارات فعال در ولایت‌ها فعال هستن. مثلا بامیان، شما خودتان شاهد هستین که بامیان بیشترین سیاحی نداشتن، ولایت بدخشان بیشترین از سیاحی نداشتن. به می شکل شرق کشور ما یا ولایت ننگرهار و مشرقی بزرگ اگر بگویم سیاحین بیشتری را داشتن. ما امروز همونه برنامه های توریستی و عنعنوی را در اونجا برگزار میکنیم. چند قبل ما هفته فرهنگی را در ولایت ننگرهار دایر کردیم. شما باور کنین علاقمندی مردم ما در اونجا دیدیم، خصوصا نمایشگاه صنایع دستی که اونجا برگزار شده بود. به می شکل چی در داخل از کشور مراجعه میکنن؟ بله، از کشورهای مختلف هستن. بله، از خصوصا از کشورهای همسایه ما بیشتر مردم میان. مثلا ما امسال میزبان بیشترین سیاحین از کشورهای همسایه ما در میله نوروز بودیم که آمدن و از میله نوروز دیدن کردن، از ساعات تاریخی ولایت بلخ ما هم دیدن کردن. اونا خوب هم سالم میان. ما توقع ما ای است که در شرایط فعلی ما نیاز بیشتر به انکشاف صنعت توریسم داخلی خود داریم. بله. می خواهیم که توریسم داخلی خود بیشتر و بیشتر رشد بدیم، به خاطر از این که از هر لحاظ ای به نفع کشور ما هست. مثلا اگر ما خود ما اول خود بشناسیم، هیچ گاهی ضرورت به این نداریم که ما خدا نخواسته از هم دور بشیم یا دور شویم یا از یکی دیگه فاصله بگیریم. ما با دایر کردن برنامه های عنعنوی، زمانی که ما در جلال آباد هفته فرهنگی را دایر کردیم، از بیشترین ولایات کشور ما نماینده داشتیم. در اونجا اشتراک کردن، سیمینار بود و تا مقالات خود خواندن، بسیار خوش بودن، بسیار راضی بودن و همچنان از رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ولایت ننگرهار هم تشکر میکنیم که اونا را خوب تقدیرام کردن و مهمان نوازی بسیار خوبی را کردن. به می شکل ما این برنامه را انشالله در بدخشان هم داریم که این برنامه در بدخشان دایر شود، در ولایت بامیان دایر شود و قرار است ما افغانستان، شهرهای افغانستان، البته چند شهر مشخصی را ما پیشنهاد خواهد کردیم به OIC یعنی سازمان کشورهای اسلامی که من حیث پایتخت سیاحتی کشورهای اسلامی شناخته شود، طوری که در سال 2018 فعلا تبریز به عنوان شهر سیاحتی کشورهای اسلامی شناخته شد. ما به این شکل امیدوار هستیم. یعنی شهرها رو میخواییم مشخص کنین که برای بله. سیاحینی که از کشورهای اسلامی میان و در اونجا مراجعه بله. کنن و بازدید داشته خب باشن شهرها... که از هویت اصلی افغانها بخبر بله. شد. بله، این شهرها یک میکانیزم داره. مثلا ما روی کدام میکانیزم میتونیم شهر کاندید بکنیم؟ واقعا
تمام موضوعاتش رو مطالعه کرده بعد از این شهر کاندید میکنیم. فعلا افغانستان یعنی کلا باید از عرف و عنانات و فرهنگ و هویت گرفته همه رو باید به معرفی بگیره. بله. اون شهری که مشخص بله میشه. بله ایده ما برای اونا پیشنهاد میکنیم چند شهر باز اونا یکی رو انتخاب میکنن که ما امیدوار هستیم افغانستان بخیر به این موفقیت برسن و ی چانس داشته باشیم بسرخ. که ما بتونیم یکی از شهرهای خود هم مانند بامیان که مرکز فرهنگی سارک شد، هم مانند غزنی که مرکز ثقافت اسلامی کشورهای اسلامی شد و همچنان به می شکل ما بتونیم که یک شهر را به نام پایتخت و یا شهر سیاحتی امسال سال 2020 یا 2019 کشورهای اسلامی انتخاب بکنیم. انشاءالله در کارهایتان موفق باشید و همچنان میشه که پیامتان داشته باشیم در رابطه با این که خود مردم چقدر میتونن سهم بگیرن برای نگه داشتن از آثار باستانی و همچنان از جاهای فرهنگی و همچنان عرف و عناناتی که دارن و فعلا در اختیارشان هست، چقدر اونا میتونن سهم بگیرن در این راستا و سال 1397 شما برای سیاحین چگونه پیش بینی میکنید؟ در قدم نخست نقش مردم بزرگترین نقطه بارزی است که شما به او اشاره کردین و باید مردم توجه بکنن به این قسمت. ما از مردم خود خواهش میکنیم، به مردم خود حضور میکنیم، به مردم خود ایره میگیم که اهمیت اقتصادی توریسم به مراتب بهتر از تمام بخش ها است و باید آثار فرهنگی، هنری و همچنان تاریخی تانه حفظ بکنین تا ما بتانیم همانند سابق یک کشور تاریخی و که وقت ما شعار میتیم که ما 5000 سال تاریخ داریم، تاریخ خود باید حفظ بکنیم. واقعا هر آبده تاریخی ما یک سند یا هویت ملی ما را تشکیل میده، در حفظ از او باید کوشا باشیم و همچنان به خاطر جلب سیاحین ما باید میهمان نواز باشیم. هر سیاحی که چی از داخل کشور باشه چی از خارج از کشور به مناطق ما میاین باید از او خوبتر پذیرایی بکنیم، اونا را باید در والاترین مکانی که مثلا در اونجا برشان در نظر گرفته شدن مهمان نوازی بکنیم و از اونا پذیرایی بکنیم. موضوع دومی را که اشاره کردین که البته پیام ما با مردم چی است، پیام ما با مردم این است که بیاین قسمی که شما هم در شروع برنامه تان گفتین شعار را امسال ما انتخاب بکنیم، یک شعار همدیگر پذیری، یک شعار یعنی با هم شدن، برابری و برادری را با هم یک جا بکنیم. سال 1397 با همین شعار آغاز بکنیم، کینه ها را دور بگذاریم. فصل سبز ما در راه است، ما از این فصل سبز باید استفاده بکنیم، به هر طرف بریم، میله های عنعنوی داشته باشیم و تا بتانیم فامیل های ما خوش باشن، حداقل ما بتانیم یک خوشی نسبی را برای این مردم داشته باشیم. وزارت اطلاعات و فرهنگ، دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خدمت مردم هستند. هر آن کسی که میخواد به یکی از ولایت ها سفر بکنن با ما مراجعه بکنن، ما میتونیم این سهولت ها رو برشان داشته باشیم. انشاءالله با امید خدا شما موفق باشین در کارهایتان. تشکر از حضورتان جناب آقای رامین عتیق‌زاده از اینکه امروز با ما همراه بودین. تشکر از شما.